جاستین بیبر خواننده مشهور کانادایی که از زمان کودکی به یک باره به شهرت رسید، در تاریخ 1 مارس 1994 در شهر لندن، ایالت اونتاریوی کانادا به دنیا آمد. پدر بزرگ پدری او اهل آلمان بود که مدت‌ها قبل به کانادا مهاجرت کرد. مادر جاستین پتیمالت نیز فرانسوی تبار است. مادرش وقتی که 18 ساله بود جاستین را باردار شد. وقتی جاستین 2 ساله بود، پدرش جرمی بیبر برای ازدواج با زن دیگری پتی را طلاق داد و مادرش او را به تنهایی و با درآمد کمی که از کارش به دست می آورد بزرگ کرد. در حالی که جاستین بزرگ می شد، مادرش نحوه نواختن پیانو، درام، گیتار و ترومپت را به او آموخت. اوایل سال 2007، زمانی که او 12 ساله بود، در مسابقه شرکت کرد و به رتبه دوم رسید. سپس مادرش فیلم‌هایی از این مسابقه را در سایت یوتیوب گذاشت تا دوستان و آشنایان آن را ببینند. پتی که متوجه علاقه مردم به فیلم‌های پسرش شد، شروع به گذاشتن فیلم‌های جدیدی از او در یوتیوب کرد. او به این کارش ادامه داد تا اینکه بازدید از ویدیوهای پسرش به 10 میلیون رسید و همین باعث شهرت جاستین شد و تهیه کننده های موسیقی برای عقد قرارداد به سمت او هجوم آوردند و در نهایت بیبر اسکوتر براون را به عنوان مدیر برنامه‌اش انتخاب کرد و با انتشار آلبوم دنیای من به صدر جدول بیلبورد رفت و تور کنسرت هایش را شروع کرد. در دسامبر 2010 بیبر با سلنا گومز وارد رابطه شد. پس از جدا شدن در ماه نوامبر 2012 چند هفته بعد دوباره در ژانویه 2013 آشتی کردند. این قهر و آشتی ها باز ادامه داشت تا اینکه در مارس 2018 به طور کامل از هم جدا شدند. بیبر در 7 جولای 2018 با هلی بالدوین نامزد کرد که بسیاری از این تصمیم بیبر تعجب کردند. در 23 نوامبر سال 2018 بیبر اعلام کرد که با بالدوین ازدواج کرده است. نام جاستین همواره با حاشیه گره خورده است. در 23 ژانویه 2014 در فلوریدا به جرم رانندگی در حالی که تحت تأثیر الکل، ماریجوانا و مواد مخدر بوده است دستگیر شد. همچنین مشخص شد زمان اعتبار گواهینامه رانندگی وی نیز تمام شده بوده. همچنین جاستین در آمریکا به خاطر خشونت و پرخاشگری مجبور به گذراندن دوره 12 ساعته مدیریت خشم شد. او با همسایگانش نیز روابط خوبی نداشت و در سال 2014 چندین بار به خانه همسایه خود تخم مرغ پرتاب کرد. بیبر اکنون در ایالات متحده ساکن است، اما او اعلام کرده که علاقمند به دریافت شهروندی ایالات متحده نیست. این خواننده از کانادا به عنوان بهترین کشور در جهان یاد کرده و از سیستم بهداشتی و آموزشی کشورش همواره ستایش کرده است.